انت سلامتی و خوشنودی قلب مطهر و ناظرین آقا امام زمان صلوات بر تو فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الامر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت سلامتي وخشنودي قد متهر ناظرين آقا امام زمان صلواتي نقل فرمين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فجر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. خداوند خداوند متعال در قرآن کریم فرماید که اگر آن چه که پنهان می‌دارید یا در انفست یا اون چیزی که اظهار می‌کنید یا مخفی می‌کنید رو تمام اونها رو خداوند محاسبه می‌کنه و مورد حساب کشی قرار میده. یکی از نکاتی که ما بر اساس آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام بهش معتقد هستیم بحث حساب کشی روز قیامت که خداوند متعال در روز قیامت ما رو مورد محاسبه قرار میده، اعمال ما رو حساب میکنه، سوال میکنه از افعالمون، از رفتارمون، چه کردیم چه نکردیم، تک تک این رفتار و اعمال رو مورد سوال قرار میده. هفته گذشته اگه یادتون باشه در رابطه با دوربین های خدا صحبت کردیم، گفتیم که خداوند متعال در این دنیا با ابزاری که قرار داده مثل ملائکه‌ای که دوش ما هستن، زمین، مکان، ائمه طاهرین علیهم السلام و نکاتی که نام بردیم و حتی قرآن، رفتار و اعمال ما رو ثبت و ضبط میکنن و برای روز محاکمه که روز قیامت هست آماده میکنن. تمام اینهایی که رفتار ما رو ثبت کردن اینها روز قیامت میان و اینها رو عرضه میکنن. امروز یکی دیگر از مباحثی که باز مرتبط هست با بحث روز قیامت رو میخواستیم مطرح کنیم و اون بحث محاسبه عباد هست. محاسبه العباد یک چپتر، یک فصل خصوصی هم داره در کتاب بهارون انوار و روایات در این رابطه رو مطرح میکنن. یکی از چیزهایی که ما انسان‌ها ازش خب خیلی هم ترس داریم اون حساب کشی روز قیامت، هممون هم ازش ترس داریم. خب ترس از روز امتحان یکی از دلایلش ممکنه این باشه که نمیدونیم سوالای امتحان چیه. ما میگم دعا که آقا روز قیامت قرار یک امتحانی داشته باشیم، سوالاتی از اون بپرسن و اگه ندونیم اون سوالات چیه خب ترس داریم. لذا باید بدونیم که چه سوالایی رو از ما میپرسن و چه سوالایی رو از ما نمیپرسن. برای اون چیزهایی که از ما مورد بازخواست قرار میگیریم آماده بشیم، اون چیزهایی که ازش مورد بازخواست قرار نمیگیریم برایش آماده نشیم، دغدغه‌مون نباشه. لذا بسیار مهم هست این مسئله اعتقادی و اثر بسیار روشنی هم در رفتار و اعمال روزمره ما داره. اینجوری نیست که محض اعتقادی صرف باشه، نه، در این دنیای ما هم آثار داره. ببینید نسبت به چیزهایی که ما نسبت به اونها سوال میشیم، خب معلومه که رفتار و اعمال ماست. اما از نکاتی که بیشترین اهتمام، بیشترین امفسایز به قول انگلیسی و تأکید درش هست در رابطه با سوال و جواب، اون چیزی در روایات اومده 4-5 چیز هست. یکیشون نمازه، یکیشون عمر هست. حضرت فرمودن هیچ قدمی رو بنده بر نمی‌داره روز قیامت حتی یسأل عن اربع،
تا اینکه از چهار تا چیز سوال میشه. یکی از عمره فی ما افنا، عمرت، عمرت رو در چی گذروندی؟ آیا 24 ساعت تو اینستاگرام بودی و فیسبوک، یا عمرت رو در راه بندگی خدا تماما خرج کردی؟ آیا عمرت رو به بطالت گذروندی یا در عمرت برای امام زمانت قدم برداشتی؟ از عمرت سوال میشه. و شبابهی فیما ابدا، اون جوونی و طراوت و صحت و سلامتی که خدا بهت داده رو چجوری خرجش کردی بدنت رو؟ سومین چیزی که ازش سوال میشه ادمالهی، از مالت سوال میشه، مالت رو در چه راهی خرج کردی؟ آیا برای عیش و نوش خرج کردی؟ یادم نمیده بنده خدای من پیش شما گفتش که آجا من وقتی که تازه اومده بودم اینجا، مهاجر بود از یک کشوری، حالا نمیگم کجا، اومده بودم امریکا، توی یک شرکتی کار میکردم، خیلی درآمدم خوب بود، از یک کشور فقیر اومده مثلا اینجا و یه هم درآمد خوب. میگفت اون اوائلی که اومده بودیم اینجا سورسات به قول معروف به پا بود، تقریبا هر شب برام پارتی بود. انمالگی گفت ماهی ده هزار در میوردم، من همش خرج میشون، خرج پارتی و فلان میگم. بعد اون چی شد؟ از اون کار اخراج شدم دیگه، نشد که نشد، و دیگه نه اون پول رو تونستم کسب بکنم و نه اون سطح زندگی رو. و انمالگی یکی از چیزهایی به سوال میشه قدم به قدم. و این هم تأکید بکنم که محاسبه و حسابکشی یک بار اتفاق نمیفته. از شب اول قبل این حسابکشی سوال میشه، شروع میشه، از ما سوال میشه تا روز قیامت. روز قیامت هم مواقف متعدد باز هم به سوال میشه. و چهارمین چیزی که از ما سوال میشه و عن حبنا اهل البيت علیه السلام، صلوات نبیفرم از محبت اهل بیت علیه السلام. چیزی که در روایات ما بسیار تاکید شده این است که قدم به قدم انسان روز قیامت در نمی‌داره مگر از محبت و ولایت اهل بیت سوال بشه. وقتی که میگه محبت، نه اینکه آیا اهل بیت رو دوست داری، نه نه نه، ولایتشون. چون اهل بیت ما آموزش دادن کسی که براءت نداره، بغض دشمنان اهل بیت رو نداره، بغضش خاطرین حضرت زهرا سلام الله علیها رو نداره، اصلا محبتش هم دروغینه، محبت هم نداره. لذا محب کسیست که ولایت اهل بیت رو داره. کسی که ولایت اهل بیت رو داره اونجا کارش خیلی راحته، چون تو هر موقعی که می ایسته ازش سوال میکنن. لذا وقتی که شخص رو در قبر میذاری، اون تلقینی که به میت میگی چیه؟ آیا دقت کردی؟ همش تأکید بر این که ای میت، ای فلان ابن فلان، واظب باس امشب که اومدن ازت سوال کردن، بگو امام اول علی، امام دوم حسن، چون از همون لحظه شروع میکنن سوال کردن. روایت زیبایی داره، یه روزی آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه نامش رو صلوات نبره فرمایید، اومدن خدمت آقا رسول الله گریان. پیغمبر اکرم فرمودن که علی جان چی شده، چرا گریه میکنی؟ آقا امیرالمؤمنین عرضی داشتن یا رسول الله، مادرم فاطمه بنت اسد از دنیا رفت و واقعا مصیبت جانکاه بود واسه من و منو غمدار کرد. آقا رسول الله خیلی به نیکی یاد کردن از فاطمه بنت اسد و فرمودن که فاطمه بنت اسد همیشه یاد ما بود، کمک حال ما بود، چقدر تعریف کردن و خودشون شروع کردن به آماده سازی مراسم تشییع جنازه. برای کفن فاطمه بنت اسد از لباس خودشون دادن برای کفنش و قدم ها رو یواش یواش برمی‌داشتن در تشییع جنازه فاطمه بنت اسد. و وقتی هم می‌خواستن نماز میت رو واسه فاطمه بنت اسد بخونن، 70 مرتبه گفتن الله اکبر، الله اکبر. می‌دونید که نماز میت 5 رو تکبیر داره، 70 مرتبه پیغمبر تکبیر گفتن. و بعد که در قبر گذاشتن فاطمه بنت اسد، و قبل از این در قبر گذاشتن، خود پیغمبر رفتن تو قبر خوابیدن. و بعد هم که خواب ریختن روی فاطمه بنت اسد،
سلام الله علیها، پیغمبر اکرم همینطور که داشت از قبر جدا میشدن فرمودن پسرت علی، پسرت همه تعجب کردن یا رسول الله کارای عجیب غریبی امروز شما کردید، لباستون رو کفنش کردید، یواش یواش قدم برمیداشتید. پیغمبر اکرم دونه دونه اینها رو توضیح دادن. حضرت فرمودن که لباسم رو دادم برای کفنش، چون یادم هست وقتی فاطمه بنت اسد یاد میکرد از اینکه همه انسان‌ها عریانن بدون لباس در روز محشر محشور میشن، بسیار ناراحت بود. من لباس خودم رو بهش دادم که با لباس من تا قیامت محشور بشه. یواش یواش قدم گذاشتم چون که ازدحام ملائکه بود، ملائکه اومده بودن تشییع جنازه‌اش. 70 بار تکبیر گفتم چون 70,000 صف از ملائکه اومده بودن پشت سر من برای نماز میت این بانوی بزرگوار مادر انگلوبان. اما این که گفتم پسرت علی، اینم که رفتم در قبر خوابیدم، حضرت فرمود شد فاطمه که اصلا میترسید از فشار قبر، رفتم قبرش خوابیدم این زمین برش آسان بگیره. و این که گفتم پسرت علی، اون موقعی بود اون دوتا فرشته نکیر و منکر اومدن ازش سوال بکنن، ازش پرسیدن خدا کیه؟ گفت الله ربی. پیغمبرت کیه؟ گفت محمد رسول الله. پرسیدن من امامو کی؟ امامت کیه؟ ببینید قدم به قدم از دلالت امامت پرسید. امامت کیه؟ حضرت فرمودن که فاطمه بنت اسد خجالت کشید، حیا کرد، بگه بابا پسرم علی. حضرت فرمودن من بهش بگم به فاطمه بنت اسد گفتم بگو علیه، اسمشو رو بگو ابنک علی. و فاطمه اصلا جواب داده اون دوتا ملک علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، و از اون مرحله ایشون عبور کرد. حتی فاطمه بنت اسد هم باشی مادر امیرالمومنین روز شب اول قبر باید از ولایت جواب بده. لذا در روایات ما بسیار تأکید شده که این قضیه خدا نسبت به شوخی نداره، در تمام مواقف سوال میکنه. شخصی من از پیغمبر اکرم به نام صخر بن حرب از پیغمبر اکرم سوال کرد که بعد از شما امر برای کیه؟ کی قراره که جانشین شما بشه؟ حضرت فرمودن که من هو بمنی منزلت هارون بن موسی، یعنی علی بن ابی طالب. بعد حضرت فرمودن یسالون عنا فی قبوره، مردم تمام مردم فلا یبقا منهم فی شرق ولا غرب ولا بر ولا بحر، هر کسی در شرق و غرب عالم در دریا و خشکی هر جا بمیره نکیر و منکر میان شده اول قبر یسالانه یقولان من ربک، سه تا سوال مهم میپرسن، خدا کیه، دین چیه، من نبیک و من امام بود، نبیت کیه، امامت کیه. تک تک اینها رو سوال میکنه هر کسی که ببینه. روایت زیبایی داره از آقا علی بن سرزا علیه آلاف و تحییت و اصطنا به عبارتی هم به روایتی این شهادت آقا هم 23 و مثل قعده هست، روز زیارتی مخصوص آقا امام رضاست و روز شهادت ایشون به روایت کرده. خب روایت دیگر هم داره که در آخر ماه سفر هست، روایت دیگری هم داره که در خود ماه سفر جلوتر هست. علایه ها روایت در از آقا علی بن مسترضا علیه السلام حسن ابن علی و شا اومد خدمت امام رضا. آقا امام رضا فرمودن که یا حسن مات علی بن ابی حمزه البطانی، علی بن ابی حمزه البطانی مرد. علی بن ابی حمزه البطانی کی بود؟ زمان داستانش مفصله، خلاصه عرض بکنم. زمان آقا مسترض جعفر علیه السلام، خب آقا میدین اکثر عمرشون در زندان بودن، وکلایی رو انتخاب کرده بودن که از طرف حضرت خمس و زکات و اینا رو جمع کنه. علی بن ابی حمزه از وکلای امام کاظم بود. وقتی که امام کاظم علیه السلام به شهادت رسید و آغاز امامت امام رضا بود، علی بن ابی حمزه اگر بخواد که اقرار بکنه به امامت امام رضا، باید تمام این اموالی که در زمان آقای امام کاظم علیه السلام جمع کرده همه رو بره چیکار کنه؟ تحویل به امام هشتم، امام رضا علیه السلام. برای اینکه این کار رو نکنه متاسفانه، با اینکه
شیعه مخلصی بود، هفت امام رو قبول داشت، از وکلای امام معصوم بود، اینقدر حضرتش اعتماد داشت. ببین دنیا چیکار میکنه با انسان. کسی که امام کاظم بهش اعتماد کرده، او رو وکیل خودش کرده، کارش به کجا برسه؟ رفت ادعا کرد که آقا امام کاظم نمورده، امام کاظم الان در آسمان هاست. کی گفته امام کاظم از دنیا رفته؟ امام کاظم در آسمان هاست، او ظهور خواهد کرد، او بعد خواهد کرد. شروع که از این داستان رو درست کردن، شدن اینا واقفی، بهشون گفتن واقفی. رئیسشون همین بود، رئیسشون همین علی بن ابی حمزه بهانی. امام رضا علیه السلام یه روز حسن بن علی بشار رو گفت حسن آقا کجاست؟ در مرو، در مشهد. این علی بن ابی حمزه کجا زندگی کرد؟ در کوفه. آقا امام رضا به حسن بن علی بشار گفتن که حسن، امشب علی بن ابی حمزه بتاینی رئیس واقفی ها موند. خب این از علم غیب امام بید، و الان موقعی واتساپ و اینترنت و تلفن نبود از کوفه خبر بدن. حضرت فرمودن علی بن ابی حمزه موند، دفنش کردن، بذار بهت خبر بدم، دفنش کردن. نکیر و منکر اومدن ازش سوال جواب کنن، اون ازش سوال کردن من رب بک، گفت الله جلد من نبی یک، گفت پیغمبر اکرم محمد مصطفی. من امامون، امام اولت کیه؟ گفت علی بن ابی طالب. امام دومت کیه؟ امام حسن. امام سوم؟ امام حسن. تک تک ائمه رو نام برد. تا پرسیدن امام هفتمت کیه؟ گفت امام کاظم. گفتن ثم من، بعد از امام کاظم کی امام تو؟ دوباره سوال کردن، بابا امام بعد کیه؟ سکوت کرد، جوابی نداد، قبول نداشت که امام امامت امام بزار. آقا علی بن مصطفی علیه السلام فرمود خدا ان شاء الله با حفظ بکنه از اون لحظات سخت شب اول قرار. آقا علی بن مصطفی علیه السلام فرمود نکیر منکر ضربا معتم من نار، با یک گرزی آتشی بر قبر علی بن ابی حمزه و طاهری کوبیدن که این آچنان آتشی در قبر او شعله ور شد که تا روز قیامت آتش خواهد ماند با او. از آثار انکار امت نظام قدم به قدم عزیزان، انسان در اللحظه که از دنیا میره، وقتی که بحث مساعده قبر سوال جواب حساب کشی مطرح میشه، در رأس سوالات خداوند ولایت اهل بیت علیه السلام. حسن بن علی بشار میگه من بعدا رفتم خبر گرفتم از کوفه که این علی بن ابی حمزه مرد. کی مرد؟ من خبر دادم، دیدم دقیقاً همون روزی که امام رضا من خبر داده بود، همون روز علی بن ابی حمزه از دنیا رفته بود و آقا از علم غیبشون خبر دادن. بذار عزیزان نگه ما با فلان شخص خدا رو که قبول داره، حالا پیغمبر رو که قبول داره، حالا امامان قبول نداره، اشکال نداره. نه، این تا وقتی که از دنیا نرفته ما به عنوان مسلمان باش برخورد میکنیم، اما از لحظه ای که از دنیا رفت، اگر شب اول قبر وقتی از همون لحظه سورد سوال قرار گرفته جواب نده، وقفوهم انهم مسئولون. قرآن میفرماید نگهشون دارید، آیه قرآنه، نگهشون دارید روی صراط، روی صراط وقفوهم، نگهشون دارید، انهم مسئولون، اونها باید جواب پس بدن، سوال میشن. حضرت فرمه انهم مسئولون عن الولایه، تک تک انسان ها روی صراط سوال میشن از چی؟ از ولایت اهل بیت علیه السلام. اعتقاد داشتی؟ قبول داشتی؟ برای ولایت چی کار کردی؟ لذا مهمترین چیزی که ما مورد بازخواست قرار میگیم فضل خداوند، ولایت اهل بیت هست. اما چه چیزهایی از ما سوال نمیشه؟ چیزهایی که از ما سوال نمیشه و این هم بسیار مهم هست که بدونید. یکی از نکات که از ما سوال نمیشه در روایت ما بهش تأکید شده، طعام و شراب، یعنی غذا و خوراکی. آقا چند اونس آب خوردی؟ چند تا دونه قاشق، چند قاشق غذا خوردی؟ یه روز روایت باز از آقا علی بن مصطفی علیه الله تحیه و ثنا هست، انشاءالله زیارتش رو قسمت همه همون بشه، صلوات نبی فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صحبت از این آیه شریفه بود که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، در اون روز شما از نعیم سوال خواهید شد. نعیم علمای غیرشیه اونجا بودن از مخالفین، یکی گفت بله آقا یا رسول الله، منظور از نعیم که ما نسبت بهش سوال میشیم غذای طیب و طاهری که میخوریم، چلو گوشتی که میخوریم مثلا. یکی دیگه گفت نه از اون نوشیدنی های بسیار مثلا خوشمزه است. یکی گفت از یک خواب نازی که میکنی خدا سوال میکنه، خیلی حال میده به خدا سوال میکنه. حضرت فهمیدن که بابا این کار رو یک مخلوق نمیکنی. شما تا حالا دیدی کسی شما رو یک انسان کریمی شما رو دعوت بکنه برای مهمانی، شما برید برای مهمانی غذا بذاره جلوتون غذا بخوره، بعضی خواستی از در برید بشینی مثلا چرکه بندازه، خب بسم الله الرحمن الرحیم شما یه ده قاشق پلو خوردی، یه کیلو کباب خوردی، دو تا دیوار آب خوردی. حضرت فرمودن آخه این چه چیزی نسبت به این مسائل؟ حضرت فرمودن خدا سوال نمی‌کنه مگه؟ بله مگه کسی اسراف بکنه؟ حضرت فرمودن بابا نعیمی که خدای متعال روز قیامت اگر سوال میکنه ولایت و محبت ما اهل بیت هست که خداوند از شما سوال، لذا از چیزایی که ما سوال نمیشیم نسبت به اونها غذا و خوراکی و چقدر خوردی، چقدر نوشیدی، امروز چلو کباب خوردی یا آبگوش خوردی یا نونو پنیر مثلا، نه این چیزا رو خدا سوال نمی کنه. یکی دیگر از چیزایی که خداوند سوال نمی کنه و ما باید بدونید و دونسترش به برداشته شدن این دپرشن و افسردگی که متاسفانه دوچار جامعه ما شده کمک میکنه و از بین رفتنش کمک میکنه این هست. امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله اذا جمع العباد يوم القيامه سالهم عما عهد اليهم ولم يسالهم عما قضى عليهم. حضرت فرمودن خدای متعال از چیزی که از شما عهد و پیمان گرفته سوال میکنه، نه از قضا و قدر خودش. اینو توضیح بدم، یعنی خدا چی از ما عهد گرفته؟ از ما عهد گرفته مطیعش باشیم، بندهش باشیم، بندگی خدا رو بکنیم، نماز بخونی، روزه بگیری، حج بری، زکات بدی، به موسیقی و غنا و اینها گوش ندی، اهل فسق و فجور نباشی. اینا خدا از ما عهد گرفته. حضرت فرمودن خداوند متعال از چیزی که از شما عهد و پیمان گرفته سوال میکنه، اما از قضا و قدر خودش سوال نمیکنه. یعنی چی از قضا و قدر خودش سوال نمی‌کنه؟ ببین یه سری چیزا هستش که از تحت اختیار من و تو نیست. قضا و قدر الهیه. آقا من کجا به دنیا اومدم؟ تهران، کابل، عراق، پاکستان، کجا به دنیا اومدم؟ دست من نگیرید. بعضیا میان مثلا توی امریکا میگن که آقا مثلا زبان اولشون انگلیسی نیست. موجب باعث دپرشن افسردگی میشه، این بچه‌ها بلد نیستن، این همه بلد هم بلد نیستن. خدا قضا و قدر الهیه، قضا و قدر الهیه. خدا خواسته تو در این جای دیگه زندگی کنی، زمان اول چیز دیگری باشه. خدا نمیاد تو باز خواست به دنیا، چرا اینجا زمان سر انگلیسی؟ یا مثلا مریضی، خودت خدای نکرده بچه پدر مادر عزیز دچار مریضی میشه، خدا نمیپرسه از تو چرا دچار مریضی شدی، خدا اصلا نمیپرسه چرا اطرافیان دچار مریضی شدن. اینو قضا و قدر الهی. یکی از اقوام از دنیا بره خدای نکرده، اینو قضا و قدر الهی. خدا از هیچ کم از این مسائلی که تحت اختیار ما نیست و قضا و قدر خودش هست از من تو سوال نمی کنه. چرا این مهمه؟ برای اینکه متاسفانه تو جامعه ما میبینی که بیشترین چیزی که ما انسان‌ها نسبت بهش دغدغه داریم و اذیتمون میکنه مسائلی هستش که اون دنیا اصلا نسبت بهش بازخواست نمیشیم. ببینید اکثر افراد مثلا بشین اذیتن نسبت به کمبود درآمدشون، نسبت به مریضی ها، نسبت به مرگ و میر ها، نسبت به تمام اینها قضا و قدر الهیه. نسبت به هیچ کدومش خدا اصلا روز قیامت بازخواست نمیکنه. خب چرا دغدغه داری؟ چرا خودت رو اذیت میکنی؟ چرا افسرده شدی که من چرا درآمدم اینقدر؟ فلانی مریضه، فلانی مرد، فلانی مگه دست توه؟ فلانی چرا معلول به دنیا اومد؟ مگه دست تو بود؟
نسبت به اموری که قضا و قدر الهی هست از من و تو هیچ سوال خدا نمیکنه. و عجیب اینه، نسبت به چیزهایی که خدا از ما سوال نمیکنه ما دغدغه داریم، خیلی ناراحت میشیم وقتی اتفاق میفته. نسبت به اموری که خدا از ما سوال میکنه، آقا نمازت، روزت، حجت، خمست، زکاتت، نسبت به اینها اگه از تفاهم بره انجامش ندیم هیچ دغدغه‌ای نداریم. عجیبه. ببینید عزیزان، باید نگاه ما نگاه آخرتی باشه نه نگاه دنیایی. حتی در ناراحت شدن و ناراحت نشدن، در خوشحالی و غضب، باید نگاه ما نگاه آخرتی باشه. در نگاه آخرتی، در رابطه با اون چیزهایی که دست ما نیست، قضا و قدر خداست، انسان مؤمن ناراحت نمیشه، چون نسبتش اصلا سوال نمیشه، بازخواست نمیشه. خدا از این چیزا نمیپرسه. خدا چی میپرسه؟ خدا میپرسه تو چی کار کردی؟ از افعال و رفتاری که تحت اختیار تو بوده و تو میتوانستی تغییر بدی، تو میتوانستی انجام بدی، بله از اون چیزا خدا میپرسه. اما اینکه خب یه نفر از دنیا رفت، یه نفر مریض شد، و این بسیار مهم هست. ببینید عرض کردم اعتقاد به مسائلی که ریزکاری هایی که نسبت به محاسبه عباد هست در روز قیامت، در رابطه با این دنیا مونم کمک رو میکنه، نگاه درستی به ما میده، نگاه آخرتی به ما میده که بابا نسبت به چی باید ناراحت بشیم، نسبت به چی ناراحت نشیم. و این واقعا اگر همچین نگاهی انسانی پیدا بکنه، بعضی میگن که این مراجع خسته نشون میره بالا، چقدر عمر طولانی میکنن، چقدر علمای ما مثلا اینا اصلا هیچ دغدغه‌ای ندارن، هیچ، نه اینجوری نیست، در اونا هم تو این دنیا دارن زندگی میکنن، منتها اونها نگاهشون نگاه آخرتیه. وقتی نگاه آخرتی شد، اون فقیه، اون مرجع بزرگ، فرزندش میمیره، این نگاهش میکنه واقعا کور به سر، انگار به انگار یه راضیم به رضای خدا، خدا خواست گرفتم. چرا دغدغ نداری؟ چرا تو سرت نمیزنی؟ چرا پدر به دیوار نمیکوبی؟ چون که این قضا و قدر الهیه، خدا اونطوری از من سوال نمیکنه. اما اگر همین مرجع نماز صبحش قضا بشه، اون روز افسرده است، چون خدا از این نسبت به این ازش میپرسه. ببینید پس چقدر دیدگاه ما رو این قضیه عوض میکنه. پس نسبت به چیزهایی که خدا از ما سوال میکنه صحبت کردیم، چیزهایی که خدای متعال از ما سوال نمیکنه صحبت کردیم. اما این سری‌ها هستن حساب کتاب ندارن، راحتن، روز قیامت خیلی راحتن. یک دسته مشرکینن، مشرکین خیلی روز قیامت راحتن، چون هیچ حساب کتابی ندارن. چون کسی که مشرک هست به خدای متعال، بدون هیچ سوال جوابی مستقیم راهش معلومه، میره به جهنم. سوال جواب نداره، سوال جواب برای کسی. و محاسبه شیعیان تو همین زیارت جامعه کبیره هم الان خوندیم، اونایی که تشریف داشتن خوندیم، یا بل خلق الیکم یا اهل بیت المبارک و حسابهم علیکم. ما اعتقادمون اینه که روز قیامت حساب شیعه به دست اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام حساب کتاب برای تو شیعه رو میکنه. در زیارت جامعه هم خونده یا بل خلقه الیکم، مردم به سمت شما اهل بیت میان به حسابشون، حساب کتابشون روز قیامت با اهل بیت علیهم السلام هست. و حضرت فرمودن روایت بسیار زیبایی، حضرت فرمودن که حساب شما شیعیان با ماست، روز قیامت هر گناهی که بین شما و خدا بوده، کان یوم القیامه جعل الله حساب شیعتنا الینا، خدا حساب شیعه رو برای ما میاره، یعنی این شیعیان شما محاسبه شون کنید. فما کان بینه و بین الله، هر گناهی که بین اونها و خداشون بوده، خداوند متعال استوحبه محمد من الله، خدا پیغمبر اکرم دعوازا میکنه از خداوند که اون گناهان رو به خاطر گل وجود نازنین حضرت ختم مرتبه محمد مصطفی صلوات الله علیه ببخش. ببینید ما چقدر مدیون اون
پیغمبر نازنینمون هست. و ما کان فی ما بینه و بین الناس من المقاله اداه و حلال. یا رسول الله، هرچه که از مظالم عباد باشه، یعنی حق الناس باشه بین مردم واسه شیعیان، پیغمبر اکرم میاد و اون حق الناس شیعه رو ادا میکنه و پرداخت میکنه. و اون گناهانی که حضرت فرمودن بیننا و بینهم، بین ما و خودشونه، بین ما اهل بیت و بین شما شیعیان هست، و حبناه ما هم شما رو میبخشیم. واقعا زیباست، قدر آدم باید بدونه. ما اینجا نمیفهمیم، واقعا نمیفهمیم که حسینی بودن، مهدوی بودن چه ارزشی داره، چه جایگاهی داره. اما وقتی اون دنیا رفتیم که ای بابا همه چیز دست علی عبدالله است، همه چیز دست اهل بیت، اگر کسی هم آمرزده میشه اونهایی هستن که با اهل بیت هستن، اونجاست میفهم قدر اندازم. نکته دیگری که بسیار مهم هست نسبت محاسبه عباد، دو تا نکته رو عرض میکنم و بحثمون تمام. نکته دیگری که در رابطه با محاسبه و حساب و کتاب، اینا نکاتی هستش که متاسفانه کمتر تو مجالس ما صحبت میشه. من دوست دارم اینها بحث معاد و ریزه کاری هایی که در روایات نسبت به معاد بهش اشاره شده واقعا نکات مهم درس که ما بسیار میتونیم ازش درس بگیریم. دقت کنید عزیزان، ببینید حضرت فرمودن وقتی که روز حساب و کتاب برسه، انما یداب الله العباد فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما آتاهم من العقول. خدای متعال نگاه میکنه روز قیامت، وقتی میخواد بازخواست بکنه که چقدر اینا بهره از عقل و حکمت و دانش بردن در اون دنیا، خدا به اندازه عقل انسان ها از اونها مداقه میکنه. یعنی مداقه میگه چیزو سخت میدونه. سختی امتحان روز قیامت، سختی سوال و جواب روز قیامت، روز حساب، بستگی داره به مقدار عقلشون. دیدید بعضی ها بسیار سریع مطالب رو دریافت میکنن، خیلی سریع باهوش در مقال من، بعضی ها نه، یه ده بار بعد از شخص توضیح بدید. حسن فرمان که خداوند متعال روز قیامت یه سوال به یک صورت واحد از همه سوال نمیکنه. خداوند نگاه میکنه به این که هر شخصی چقدر بهره از عقل برده، چقدر هوش داره، بر اساس عقل و هوشش از او بازخواست میکنه. قطعا کسی که باهوش هست و ذریع هوشیش حالا ده هست چقدر هست، اون فرق میکنه سوال جواب با کسی که کمتر هست. اون مسئولیتش بیشتر بوده چون فهمش بهتر بوده. و نکته دیگری که نکته آخری که میخواستم عرض بکنم، میام تک تک این مباحث خودش یک سرفصل واسه مباحث طولانی، انشاءالله نکاتی که عرض میکنم رو خوب نسبت بهش دقت کنید، فکر بکنید، رفتید خونه روش فکر بکنید. دارم سر کم تیتروار اینها رو تک تک عرض میکنم وقت ممکنه. نکته دیگری که بسیار آموزنده هست نسبت به روز حساب و کتاب این هستش که حضرت فرمودن اولین چیزی که خداوند مورد مقایسه قرار میده این هست که خداوند قرار مقایسه میکنه بین نعمتهایی که به خدای شما داده و اعمال شما. ببینید هر انسانی در این دنیا مقدار خاصی نعمت داره. بعضی نعمت بیشتر دارن، یه خونه یک میلیاردی دارن زندگی میکنن، یک میلیونی زندگی میکنن، یکی خونه 100 هزار دلار، یکی ماشین مثلا فلان سوار میشه، این ماشین، یکی ماشین ارزان سوار میشه، یکی بیشتر میخوره، بهتر میخوره، کیفیت غذایی که میخوره بهتره، یکی کم. هر کسی یه جوری نه این مقدار نعمت داره. حضرت فرمان اولین کاری که خدا میکنه تو حساب و کتاب خلائق اینه که خداوند میسنجه مقدار نعمتی که به شما داده. وقتی نعمت میگیم همه چیز رو شامل میشه، حتی تک تک نفسهایی که کشیدی نعمت، همه چیز، همه نعمت ها رو نهاز میکنه. یه طرف کارسه ترازو، طرف دیگه ترازو اعمال شماست. این دو تا با هم سنجیده میشه. بالله علیکم قسمتون میدم کدوم یکی از ماها هست که اعمال ما، شکر ما، حمد ما بیشتر باشه نسبت به نعمت هایی که خدا به ما داده؟ هیچ کس، هیچ کس.
لذا برای همه وقتی این مقایسه صورت میگیره، این نعمتهایی که خدا داده بر اعمال ما و حمد و سپاس ما نسبت به اون نعمتهای خدا، اون نعمتها چیره پیدا میکنه بیشتر هست. وقتی که این مقیاس، این ملاک به درد خلایق نمیخوره، به درد هیچ کس نمیخوره، خداوند یک میزان دوم رو قرار میده و اون چیه؟ بین خیر و شر رو مقایسه میکنه، بین خیر و شر. و حضرت فرمودن فإن استوال عملان اذهب الله الشر بالخیر. اگر در این کف و کفه ترازو خیر و شر مساوی باشن، ترازو دیدید دو کفه داره دیگه، حضرت فرمودن اگر خیر و شرش مساوی باشن، خداوند به برکت خیرش کارهای شر رو بدش رو پاک میکنه میبره و ادخله در و ان کان له فضل اعطاه الله فضل. اگر خیرش کار خوبش بیشتر بوده، خدا بیشتر بهش میده، و اگر اینکه اون شرش بیشتر بوده، خداوند براش جبران میکنه و میبخشه. برای مؤمنین هست این روایت. اما یه نکته بسیار مهمی هست این روایت که ما، یعنی یک مطلب معرفتی بسیار زیباست که بسیاری از ادعیه ما رو برامون توضیح میده. چرا؟ یک سوالی که ببینید عزیزان، خیلی از ما شیعه ها داریم میپرسیم اینه: آقا اگر اهل بیت علیهم السلام معصوم هستند که هستند، چرا حتی تو روایت تو ادعیه تو دعاهای میگن خدایا ما رو ببخش، الهی العفو، استغفر الله ربی و اتوب الیه؟ انسان از گناه طلب آمرزش میکنه، چقدر دعای کمیل، دعای ابو حمزه، دعای این، دعای اون، چقدر دعای عرفه چند روز که میاد از امام حسین علیه السلام، چقدر اهل بیت علیهم السلام طلب بخشش کردن از خدا. خب اگر اینا معصوم بودن چرا؟ علمای ما جوابهای مختلفی دادن. یکی از جوابش عزیزان همین روایته، همین روایت. ببینید چقدر زیباست. خداوند متعال اولین مقیاس و ملاکی که داره چی بود؟ گفتیم طبق این روایت مقایسه میکنه بین نعمتهایی که به شما داده و اعمال شما و شکر و سپاس شما. حتی اهل بیت علیهم السلام وقتی یه چنین مقایسه‌ای براشون میشه نعمت‌های خدا، ببینید شما اگر 24 ساعت مداوم بگید الحمدلله الحمدلله الحمدلله، برای هر الحمدللهی باید یه الحمدلله دیگری بگید که خداوند به توفیق داده اون الحمدلله رو بگید. یعنی اگر 24 ساعت بیدار باشید تصویر بدست فقط بگی الحمدلله، باز هم حق شکر ادا نکرد. اهل بیت علیهم السلام با این مقیاس، با این ملاک به اعمال خودشون نگاه میکنن، نگاه میکنن نعمتهایی که خداوند به اونها داده اونقدر زیاد هست که هر مقدار که عبادت خدا کنن، اطاعت خدا کنن، شکر خدا بگن، باز هم این کفه ترازوی نعمتهای خدا سنگین تره. باز هم خودشون مقصر میبینن، باز هم میبینن که باز هم کم دارن نسبت به اون عظمت نعمتهای خدا را، و باز هم خودشون رو مقصر میدانن و از خدای متعال طلب بخشش میکنن. مثال رو که میزنن فقها و علما اینه که شما فرض کنید که انسان بسیار بزرگواری، مثلا آیت الله العظمى بروجردی، خدا رحمتشون کنه، ما زمانشون رو مثلا داریم زندگی میکنیم، آیت الله بروجردی بزرگ مرجع شیعه اعلام کرده من میخوام بیام خونه شما، شما هر آنچه که داری برای پذیرایی از این مرجع بزرگوار انجام ده، هر آنچه داری، هر آنچه داری، ولی وقتی مرجع میاد خونه باز از دست میذاره رسیدن میگه آقا ببخشید من دیگه همین قدر. چرا؟ چون میگه اون بزرگی، اون بزرگ، اون مهمان اونقدر زیاده، اونقدر اون مهمان بزرگ هست که هر آنچه شما بکنید باز هم کمه. اهل بیت علیهم السلام چنین نگاهی دارن، ما هم بیایم نگاهمون رو اهل بیتی کنیم عزیزان، نگاهمون رو به این اعمالمون اهل بیتی کنیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه نماز دو رکعت برایش نماز شب خوندی، دو رکعت نماز مستحب خوندی، برایش این رو خدا یا خدا ببین چیکار واسات کردم، چرکوندم این روز واسات. نه،
اعمال و عبادات رو مقایسه کن با نعمت‌هایی که خدا بهت داده. وقتی چه مقایسه بکنی، شبانه روز بندگی خدا رو بکنی، باز هم کمه، باز هم کمه، باز هم کمه. این نگاه، نگاه آخرتیه. این نگاه، نگاه صحیح اهل بیتی هست. و با این نگاه اگر ما داشته باشیم تو این دنیا، هر آنچه برای در راه پروردگار متعال انجام بدیم، خودمون رو طلبکار نمی‌بینیم، باز هم خودمون رو مقصر می‌بینیم. الحمدلله، ان شاءالله که به فضل خود اهل بیت علیهم السلام توفیق پیدا کنیم، معرفتمون بالا بره و با معرفت بهتر بتونیم که به خودشون اهل بیت علیهم السلام بهتر و بیشتر ابراز محبت و مودت کنیم، که روز قیامت شب اول قبل روز محاسبه بیشترین چیزی که به درد ما میخوره همین محبت ما هست به اهل بیت علیهم السلام. اما به روایتی شهادت آقای امام رضا علیه السلام هست، با ذکر چند بیت شعر انشاءالله متوسل بشیم به امام هشتم، امام رؤوف علی بن موسی رضا. ماه ذوالقعده ماه امام رضاییه دیگه، اولش که ولادت امام رضا حضرت معصومه، و بعدم ولادت خود امام رضا، و بعدم به قولی ولادت شهادت خود امام رضا علیه السلام، ولادت آقا موسی موقع هست. ولادت این ماه خلاصه ماه امام رضا است. ان شاء الله با این چند بیت متوسل بشیم به اون امام رؤوف و همه امام، ان شاء الله که حاجت روا باش به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، السلام عليك يا صاحب العصر الزمان آقایم. نفس ها ناله های زار شد، آیا نمی آی؟ جگر ها شعله های نار شد، آیا نمی آی؟ عصر جمعه و عصر قربت امام زمانمون، پناه مؤمنین از مؤمنین حالی نمی پرسی، امام شیعه شیعه خار شد، آیا نمی علی از شاه‌های کوفه هم گردیده تنها تر، هزاران قصه با او یار شد، آیا نمی آیی؟ به جرم شیعه بودن آقای من بمیرم برات، که همه این مظلومیت شیعه رو میبینی و در پیش خودت غم میخوری و گریه میکنی. به جرم شیعه بودن ای بسا بی پا و دست و سر، هزاران میسم تمام شد، آیا نمی جهان کفر از بابی و از صهیون و وهابی فقط با شیعه در پیکار شد، آیا نمی چه سرها که یزیدی ها بریدن از حسینی ها، چقدر شیعه یان افغانستان عراق پا
پاکستان چقدر در راه محبت اهل بیت کشته شدن رو مظلومان به شهادت رسیدن، چه سراک یزیدی ها بریدن از حسینی ها، دوباره کربلا تکرار شد آیا نمی آی، همه با همه با همه زمان نور صدا بزن یبنم حسن يا بنا الحسن يا بنا الحسن يا صاحب الزمان عزادار جد بزرگوارتون امام رضا هستین، یا رضا جان یا امام رؤوف، کار تو همه مهر و وفا بود رضا جان، پاداش تو کی زهر جفا بود رضا جان، آن لحظه که پر پر زدی و آه کشیدی بمیرم برا معصومه مظلومه، خواهرت کجا بود رضا جان؟ آقا امام رضا فرمود به خادمش عباسد، ای عباسد نمون من دعوت کرده اوزاق خودش، من داخل اوزاق میشم، وقتی دیدی از اوزاق بیرون آمدم عبا بر سر انداختم، بدان نمون منو مسمومم کرده، درهای حجره رو باز کن من داخل حجره خودم بشم، بعد از من هم درهای حجره رو قفل کن. عباسم میگه آقا امام رضا وارد اون زاغ مهمون شد، بعد از دقایقی آقا رو دیدم عبا بر سر کشیده، از اتاق اومد بیرون مثل شخص مار گزیده داره به خودش میپیچه، رنگ صورتش از اثر زهر تغییر کرده. یا امام رضا آقا وارد حجره شد، فرش داخل اتاق رو کرار زد، بدن مبارکش رو روی خاک گذاشت، شاید یه مقدار خنکای زمین بدنش رو خنک کنه. بمیرم برات یا رضا، بعد دیدنت آمد شد جوادت ز مدینه، سوز جگرش یا عبدزا بود رضا جان. عباسد میگه آقا وقتی که داخل حجره شد در اون حال مریضی، یه وقتی دم یه آقازاده یه نوجوانی وارد اتاق شد، سوال کردم آقا شما کی هستی از کجا وارد شدی درها که بسته بود؟ آقا فرمودن همون خدایی که من رو از مدینه به من بود، من رو از درهای بسته عبور داد. یا جواد رمه، آقا امام جواد از مدینه به معجزه الهی آمد، لحظات آخر کنار به در باشه، تنها نجگر شمع صفت شو، شمع صفت شد ددن از آب، که قصر تو این گونه روا بود رضا جان، تو ناله زدی در وسط حجره و زهرا، بالای سرت نه سرا بود
رضا جان یک چشم تو در راه به دیدار جوادم پدره میخواد لحظه آخر به سرش رو ببینه یک چشم تو در راه به دیدار جوادم چشم دگرن چرم و بلا بود رضا جان خود امام رضا فرمون یم نشدی ان کنت باکی ان نشهی ان فم کل الحسن یم نشدی وگه میخوای راحت چی گریه کنی برا جد غریب محسن گریه کن یا امام رضا آقا جانم در مرد پسرت جواد آمد شما رو در برگره سر پدرش رو بر روی دامن گرفت امام رضا روی دامن پسرش جواد به شهادت رسید اما لا یام کیامه کیا ابا عبدالله کربلا روز عاشورا برعکس شد پسر سرش رو روی دامن بابا گذاشت آی حسینی ها مردم داره میاد یه وقت عبدالله دیدن اکبرش داره بیاده فقط صدا میزنه بابا فرمونه از خواب مقاسم علی عبدالله مثل باز شکاری خودش رو به پسر علی اکبر رسون وقتی اومد بالا سر اکبرش دید بدنش هرور باز شد یا صاحب از زمان آقا ما رو داشت آقا علی عبدالله خودش رو به بدن اکبرش دار شاید کمی آرام گیرم اما ببینم در آخوزه نزدیک بود جاده به دم المظلوم به دم الغریب به دم الحسین یا الله خدایا به حق خون مظلومان آقا سید الشهدا عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير انصاره واشياءه خدا معرفت ما رو نسبت به امام زمانمون بیفزاد خدا بغض و براءت ما نسبت به قاتلین حضرت زهرا آن به آن بیفزاد خدا همه مرضای شیعه شفای عاجل عنایت بفرمام قدم های ما رو به کربلای معلا نجف اشرف مشهد مقدس برسان ای خدا از نسل ما دشمن امیر المؤمنین قرار مده خدا امر ازدوان جوانها سهل و آسان بگردان خدا شب اول قدر علی اولاد علی به فریاد ما برسان از بانیان مجلس به نهر احسن قبول بگردان همه گذشتگان ما فیض ببرن مادر بنده حقیر رحم الله من قرن فاتحه مع السنوات الله سلام